د خبرونې دوام ته خرغلاس افغان ځواکونو د ورداګو په بیسد ولسوالۍ کې د علیپور پوځي قرارګاه او د وسلو او مهماتو زیرمنتون نیولی دی. پوځي مسؤلین وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې د دې ولسوالۍ له ځینو سیمو د علیپور وسلوال هم په شا کړي دي. د وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د سیمه ییز قمندان علیپور د وسلوالو لخوا د پوځ د چورلکې له ویشتلو وروسته په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د پوځ مسؤلین وایي چې په دې ولسوالۍ کې د علیپور قرارګاه او د وسلو زیرمتون نیولی. د علیپور د خوانه او د ده د ملاتړو د خوانه چې دا کار صورت نیولی ده، هغه به د خپلو کړنو او اعمالو په جزا باندې رسو د قانون په چوکاټ کې. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د بهسودو پیښې ته غبرګون ښودلی او ویلی دی چې د پوځ د چورلکې ویشتل ښکاره جنایت دی چې عاملین به سزا وویني. په هغه شپه په بهسودو ولسوالۍ کې د هیچا په خلاف عملیات نه وو پلان شوي. د څلورو پیلوټانو او د ځانګړې قطعې د پنځو سرتیرو وژنه ښکاره جنایت دی چې عاملین یې باید د خپلو اعمالو سزا وویني. چک پوینت هایی که به خاطر عقص اخاذی از سوی مردم عام و مردم ملکی در اونجا اینا اعمار کرده بودن و هم هدف قرار گرفت و از بین برده شد. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې په بهسودو کې حالات عادي شوي او وړاندیز کوي چې دا ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. وضعیت در اونجا آرام هست و فعلا هم امروز بین نیروهای امنیتی و مردم محل جلسه جریان داره. د حکومتي چارواکو له څرګندونو ښکاري چې د علیپور د نیولو کلک هوډ لري. منیس نماینده های مردم حضور دارند در کابل، منیس وکیل سناتور بزرگ قوم با اونا مشورت شوه. د تیری پنجشنبه په شپه د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د پوځ یوه چورلکه د علیپور وسلوالو وویشته چې څلور پیلوټان او پنځه ځانګړي سرتیري پکې ووژل. د لا ډېر بحث او معلوماتو دپاره دا چې د علیپور پر ضد عملیات چېرته رسېدلی دي، د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال ښاغلی فواد امان راسره همدا اوس د سکایپ په کرښه په خپرونه کې میلمه دی. امان صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه دې ومنله. په سر کې هم دا پوښتنه کومه چې د علیپور پر ضد عملیات چېرته ورسېدل؟ سلام بر شما، سلام بینندگان عزیز رادیو آریانا. هست به اندازه کافی فعلا در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک مستقر شدن. اوضاع به حالت عادی برگشته. نیروهای اردوی ملی فعلا تلاش دارند تا به خانواده های آسیب دیده، خانواده های نیازمند کمک بکنند. قرار است امروز به صدها خانواده آسیب دیده و بی‌بضاعت در ولسوالی بهسود مواد غذایی توزیع شود. باشنده های محل از تلاش های نیروهای دفاعی و امنیتی، از تلاش های اردوی ملی افغانستان با گرمی استقبال کردند. اوضاع فعلا در ولسوالی بهسود به گونه کامل به حالت عادی برگشته. هیچ نوع تهدیدی در برابر جان مال مردم در ولسوالی بهسود وجود نداره. اونجا نیروهای ما مصروف ایجاد پایگاه ها و پست ها هستند تا بتوانند که بهتر و بیشتر از پیش برای مردم امنیت تامین بکنند. سی او خپل علیپور موسکو خوب به مو شکل که سرپرست وزارت دفاع افغانستان استر جنرال محمد یاسین زیا تاکید نمودن و به مردم افغانستان بخصوص به خانواده شهدای اردوی ملی حادثه بهسود تعهد سپردن که انتقام خون شهدا را خواهند گرفت. کسایی که هلیکوپتر قوای هوایی کشور را هدف قرار دادن و و پنجه قانون خواهند سپرد، مطابق قانون امرایز و برخورد صورت خواهد گرفت. نیروهای ما به شدت تلاش دارند تا علیپور و افرادی که در واقع در هدف قرار دادن هلیکوپتر نظامی قوای هوایی کشور دست داشتن و دست دارن و بازداشت بکنن. تلاش های ما به خاطر دستگیری علیپور به شدت ادامه داره. هیچ کس نمیدونه از قانون فرار بکنه. بالاخره خغل امان استاسو حتی چیرته روانه جی؟ خپل خغل علیپور چیرته دی؟ اغه استاسو کشفی معلومات څخه چې بالاخره علیپور د بهسود ولسوالۍ نه بامیانو ته لاړ، په غزنی کې دی، چیرته دی؟ خپله په خپله د افغانستان نه بهر تللی دی؟
خب من هم میتونم که با جزئیات بیشتر به خاطر اون بحث اسرار نظامی هم برای شما صحبت بکنم، اما نیروهای ما بر اساس یک پلان و برنامه مشخص فعلا در بلوچستان بهسود هنوز هم عملیات پاکسازی خودشان ادامه دادن و این عملیات به شدت ادامه داره. انشاءالله که علیپور بازداشت خواهد شد، چون نیروهای ما اونجا تمام راه‌های فرار علیپور هم مسدود کردن. نیروهای ما به گونه گسترده در ولسوالی بهسود مستقر هستن. انشاءالله اگر از ولسوالی هم فرار کرده باشه و با سایر نقاط افغانستان هم یادم خدا پنهان بکنه، بالاخره بازداشت خواهد شد. هیچ نمیتونه از شنگ قانون فرار بکنه، چی در داخل افغانستان و چی در بیرون از افغانستان، در حالتی بالاخره دستگیر خواهد شد. درست. او خپل د علیپور نوم څنګه دومره غټ شو؟ علیپور په بهسود کې څه کول اوس مهال ستاسو ځواکونه هلته په بهسود ولسوالۍ کې دي، څه وموندل بالاخره د علیپور د کړنو نه؟ خب به اون شکل خودش ادامه میکنه که به خاطر محافظت مردم، به خاطر دفاع از حق مردم، به خاطر عدالت سلاح برداشته و در برابر گروه‌های توریستی طالبا مبارزه میکنه. اما شما دیدین که الیکوپتر نظامی قوای هوایی کشور در واقع شهید نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، یک تعداد از نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان و پیلوت‌های ما را مظلومانه هدف قرار دادند و اونجا ما پیدا کردیم دو سه روز حضور ما در ولسوالی بهسود که پست‌های تلاشی، پست‌های اخاذی ایجاد کرده بود، از مردم به زور با جبر اخاذی می‌کردند. در واقع وضعیت برای مردم افغانستان، برای باشندگان ولسوالی بهسود خیلی پیچیده و دشوار ساخته بودند. با استفاده از سلاح، از هیچ نوع ظلم و ستم برای مردم ای آدم دریغ نمی ورزید. بالاخره در ای آدم پیش ما یک مجرم است، چون با نیروهای ما درگیر شده، با نیروهای ما تلفات وارد کرده، با ای ما به عنوان یک دشمن برخورد میکنیم و این مسئولیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است که از مردم محافظت بکنه. کسایی که در برابر مردم تهدید ایجاد میکنه، با زور و اجبار از مردم اخاذی میکنه، جان و مال مردم رو به خطر میاندازه، کارهایی را که علیپور در ولسوالی بهسود انجام داده، این مسئولیت نیروهای افغان است تا از مردم محافظت بکنه و چنین افراد را که مطابق قانون امرایش برخورد صورت بگیره. درست. او استاسو دغه هلیکوپتر په څه باندې ویشتل شوی ده؟ په اصل کې په راکټ ده، په سټینګر ده، په کومه وسیله باندې، په کومه اسلحه باندې ویشتل شوی ده؟ خب در واقع هلیکوپترهای ما، هلیکوپترهای نظامی ما، به خاطر انتقال زخمی ها و همچنان به خاطر انتقال نیروهای پلیس از قطعه 333 از ولسوالی بهسود به مرکز اونجا رفته بودن، نشست و برخاست داشتن و ویدئویی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته از شبکه آریانا نیوز هم نشر شد، در اون ویدئو دیده میشه که هلیکوپتر ما با استفاده از یک راکت پیشرفته و مدرن هدف قرار داده شده، با استفاده از راکت‌های آتی مثل RPG یا نوع دیگر از سلاح معمول نیست، ظاهرا از سلاح پیشرفته به خاطر هدف قرار دادن هلیکوپتر استفاده صورت گرفته. ما در بررسی آی خود هنوز هم ادامه دادیم و این بررسی های ما ادامه دارد. ما پیدا میکنیم اغا مهمات چه تاسل پا عملیاتو که پلاس در غلیو پا اغا مهمات چه تاسل پا عملیاتو که پلاس در غلیو آیا پا غی که در راکیت یا RPG نه بغیر دسی نور کم مهمات و وصله وی چی نوی مدرنی یا هم دسی میهی وادونو یا در گاوندی هیواد چخه دوی سره مرسته شوی هم دست یادسو تاسو موندلی؟ خب متاسفانه دیپوی مهماتی که توسط اردوی ملی دیروز در ولسوالی بهسود کشف و بدست آمد، انواع سلاح‌های مختلف، مهمات مختلف، مواد انفجاری به اندازه بسیار زیاد بدست آمد و شما شاهد هستین و میبینین که افغانستان سالهاست که درگیر جنگ است و از هر ساخت و تولید سلاح هر کشور از چی منطقه و فراتر از منطقه وارد افغانستان شده و در افغانستان استفاده صورت میگیره، با گروه های نیابتی توزیع شده. متاسفانه در میان سلاحی که به دست آمده، سلاح از کشورهای مختلف است. ما تحقیقات خود هنوز هم
برای این دیپوی سلاح و مهمات ادامه میتیم و تا بالاخره پیدا شود که اصل موضوع چیست و قضیه چگونه بوده و یه آدم چگونه و یه اندازه مقدار زیاد سلاح. آیا پختنه بلم در خلق و سرم در پیدا کی گی چی؟ دغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر شول همدارنګ په خبرونو کې ریپورټونو کې موږ نشر کړل دا تصویرونه د کوم ځای نه شو خب این تصاویری که منظورتان از تصاویر سلاح و مهماتی که با رسانه شریک ساخته شده؟ نه خیر تصاویری که طیاره هلیکوپتر با راکت زده میشه و این تصاویر از کجا گرفته شده؟ خب معمولا پروازهای هوایی به گونه ای صورت میگیره که هر پروازی را که ما می داشته باشیم دو طیاره یا دو هلیکوپتر معمولا در انجام ماموریت ها پرواز میکنند یک هلیکوپتر در واقع به عنوان یک تعقیب کننده یا حمایه کننده می باشد نقش حمایوی را می داشته باشد از هلیکوپتر یا از طیاره ای که در واقع یا زخمی ها را انتقال می دهد یا حمله هوایی انجام می دهد یا سلاح و مهمات مواد غذایی انتقال می دهد این تصویر توسط هلیکوپتر حمایوی توسط سرنشینان هلیکوپتر حمایوی برداشته شده تصادفی دمول اعظم اما که چرا ده حمایوی ولی حمایت اولونو کو ولی دغه برید خونسانو کو دغه حمله خونسا ول نکړه خب متاسفانه حمله به شکل خیلی پیچیده بوده از میان خانه های مردم راکت پرتاب شده برای هلیکوپتر ما چون در حالت اصلا به دور از انتظار قرار گرفته بودیم ایش اصلا توقعی چنین یک حمله نمی رفت ما انتظار نداشتیم که در این محل به این شکل با بالای تیاره ما حمایت حمله صورت می گرفت به اون خاطر ما نتانستیم که بلا فاصله در حالت قرار داشته باشیم که جواب متقابل برش داشته باشیم سای او پا ارسته ای که چمره داره است تاسو خپل ملی دفاع وزارت چی پا چو لند و رزو که با رختیا هم علی پور تاسو نیسته ای او در خپل در سرتیر و انتقام با تیخلی خب با مو شکل که سرپرست وزارت دفاع افغانستان تعهد سپردن تا محو کامل افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی بهسود و همچنان در سایر نقاط افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به عملیات های خود و تلاش های خود به شدت ادامه خواهند داد هر کسی که با نیروهای اردوی ملی با پلیس ملی با امنیت ملی درگیر شود با او به عنوان دشمن برخورد صورت خواهد گرفت عمل قاطع علیه صورت خواهد گرفت و برخورد قانونی و اصولی امرش صورت خواهد گرفت تلاش های ما به شدت ادامه داره و مردم افغانستان به خانواده شهدای اردوی ملی به خانواده شهدای حادثه بهسود وزارت دفاع افغانستان رهبری وزارت دفاع افغانستان بار دیگر تعهد می سپاره که شما در روزهای نزدیک شاهد خبرهای بیشتر خواهید بود شاهد انکشافها و دستاوردهای بیشتر خواهید بود اردو یا چو موارد نور جنگیم دی خغل امان چه وقت کم دی اماغم غالو چی پختن اوکو یو دا چی پرون دا لوگر دا سرخ ولسوالی موضوع سر دا ول دا طالبان وی منگ دا ولسوالی نیولی دا تاسوی وی چی نا ولسوالی نیول شوی نده بغلان که هم یو چام نیتی پیخ دا لمره دا لوگر پیخ تا یو کتن اوکی در ولسوالی چرخ ولایت لوگر مقر ولسوالی در نزدیکی یکی از مکاتب و همچنان در نزدیکی یک مسجد قرار داشت و همین ترتیب یکی از پست‌های ما در ولسوالی چرخ ولایت لوگر پست‌های کلان بود در نزدیکی مکتب قرار داشت مطابق کنوانسیون‌های حقوق بشری و همچنان مطابق قوانین بین الملل باید پایگاه‌های نظامی پست‌های نظامی دوایر دولتی دورتر از مکاتب و اماکن عمومی یا تأسیسات عامه غیر نظامی یا ملکی قرار داشته باشد بنابر تقاضای مکرر باشندهای ولسوالی چرخ ولایت لوگر و همچنان بنابر فیصله کمیسیون عالی نظامی ولایت لوگر تصمیم به این گرفته شد که مقر ساختمان ولسوالی چرخ ولایت لوگر به محل دیگر
در واقع محل اصلیش بود اونجا انتقال داده شد و همچنان پستایی که در نزدیکی مکتب در این ولسوالی قرار داشت این پستا هم باید از این محل انتقال داده شد و به یک جای از لحاظ جغرافیایی استراتژیک تر و تا از این نقاط بتانن ساختمان ولسوالی یا یعنی سقوط نده کرده درست؟ اصلا چنین بحث وجود نداره. تصاویر دشمن تصاویری که دشمن به عنوان تسخیر ساختمان ولسوالی یا کنترل تصرف ساختمان ولسوالی چرخ لوگر پخش کردن تصاویر از سالهای پیش است. فعلا نیروهای ما به اندازه کافی در ولسوالی چرخ لوگر حضور دارند، هیچ نوع تهدیدی در برابر باشندهای محل وجود نداره. شما میتونید خبرنگارتان به محل بفرستین و از ساعت دیدن بکنن. چیزی را که دشمن ادعا کرده و شایعاتی که در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشسته از بنیاد نادرست است، دروغ محض است. درست منګه ریپورت درلودو یو څه دوه موارد چې هغه پکې ذکر شوی خو راځو دا چې بیګام پرونم د بغلان په دانی غوري کې په امنیتي او دفاعي ځواکونو برید شوی دی چې څه جزئیات یې سره شته دی ما در ولسوالی بغلان مرکزی در مجموع در بغلان در مسیر شهرهای بغلان کندوز عملیات گسترده را اندازی کردیم تلاش به این است که شهرهای کندوز بغلان کندوز به می ترتیب بغلان بلخ سمنگان و پاریاب به گونه کامل از وجود گروه های تروریستی طالبا پاکسازی شود عملیات های مادهی محل به شدت ادامه دارد دشمن تلاش میکنه که عملیات های ما را مختل بسازه با استفاده از تاریکی های شب انداخت بالای نیروهای ما صورت میگیره تا این عملیات مختل گردد هیچ نوع تهدید کلان در برابر نیروهای ما وجود ندارد عملیات های ما به شکل گسترده ادامه پیدا خواهد کرد به زودی هم رفتی وزارت دفاع افغانستان و بغلان سفر خواهد داشت شوزار از نزدیک ارزیابی خواهد کرد پلان ها و برنامه های کلان در راست انشاءالله که در مسیر شاهای آقا عملیاتون دید چه دوام لری اما پر طوله که د طالبانو پر ضد ستاسو پسرلنی عملیات کله پیلیږي آیا د پسرلنی عملیاتو اعلان کوي خب در حالت ما در آمادگی قرار داریم در بهار در زمستان در تابستان در چی برف باشه چی باران باشه اما اعلان کله کوي خغل امان اگر دشمن دست به فعالیت های توریستی بزنه اگر دشمن عملیات های خود بالای نیروهای مردم بالای نیروهای دفاعی امنیتی و بالای مردم اجرا بکنه نیروهای ما با جواب سخت خواهند داد و را به جواب نخواهد ماند و به این شکل که امسال سال گذشته 1399 وارد در میدان های نبرد با شکست فاحش روبرو کردند طالبان خو ستاسو پر ضد باندې عملیات ته دوام ورکړی دی هغې عملیات اصلا درولی نه دي اما دا چې تاسو عملیات کله اعلانوئ دا هغه څه دی چې تاسو په ښکاره د دې اعلان نه کوئ خب ما نمیتونیم که جزئیات عملیات ها را جزئیات برنامه نظامی خود با مردم با رسانه ها متاسفانه شریک بسازیم اما نیروهای ما در سراسر افغانستان در حالت آمادگی کامل قرار دارند در سال روان خورشیدی در سال 1400 شاهد بهبود اوضاع امنیتی خواهد بود شاهد تلفات سنگین دشمن خواهد بود ضربات سنگین به یاوارت خواهد گردید ما در حالت طرح و پلانسازی برنامه های تازه هستیم در شمال در جنوب در غرب در قسمت از افغانستان نیروهای بیشتر مستقر شدن شما شاهد هستین که در سال 1399 بیشتر از 35000 تن از سربازان تازه نفس پس از فراگیری تعلیمات نظامی فارغ شدن یا به میدانهای نبرد فرستاده شدن فعلا در جبهه ها مستقر شدن تمام از یا در حالت آمادگی قرار دارن به می ترتیب تغییر و تبدیل هایی که در سطح قلوردوها به وجود آمد تمامش به خاطر آمادگی ها و فصل آینده جنگ است ممکن طالبا عملات خود انجام برشان جواب خواهیم داد د ملی دفاع وزارت وین مرستیال خاغل فواد امان کرم ودان او په همدې سره ورسېدو د خبرونې پای ته